مثل هر جمعه در این بخش از ساعت خبر نگاهی هم می‌کنیم به فیلم‌های جدید، اکران و پیش‌بینی فروش اونها در گیشه‌ها، همراه با بهنام ناطقی. بهنام، خیلی خوش آمدید به برنامه. اینجا در آمریکا بعضی از ایالت‌های آمریکا آخر هفته خیلی سرد و برفی و طوفانی رو پشت سر گذاشتن. این وضعیت چقدر باعث ضرر کردن سینماها شد؟ در شرق آمریکا 80 میلیون نفر خونه نشین شدن روزهای آخر هفته که باید برن سینما، که برای شبکه‌های کابلی و ویدیو خانگی خب بد نبود، ولی 30% لطمه زد به کل فروش سینماها در پایان هفته گذشته نسبت به همین مقطع در سال قبلش، و بازار اکران وسیع رو برای فیلم‌های جدید تا حدودی آماده کرد، هرچند که بازگشته با شرکت لئوناردو دیکاپریو و جنگ ستارگان همچنان نسبتاً با قدرت پیش میرن با فروش‌های حدود 10 میلیون دلار در 3 روز آینده، که فروش جنگ ستارگان در آمریکا رو به 900 میلیون دلار نزدیک می‌کنه. اما این هفته، یعنی از همین امروز جمعه، قسمت سوم مجموعه کونگ‌فوکار، پاندای کونگ‌فوکار یا خرسک کونگ‌فوکار رو شرکت فاکس اکران میکنه در نزدیک به 4000 سینما، 3955 سینما در واقع، که این صد نشین جدول این هفته است. برای افتتاح سومین روایت مجموعه کارتونی موفق کونگ فو پندا، هفته گذشته جلوی سینمای تاریخی چاینیز هالیوود ستاره باران بود، از جمله به خاطر حضور خانم انجلینا جولی که در این فیلم صدای بانو پلنگ را اجرا می کند، در کنار آقای جک بلک مجری صدای قهرمان اصلی پو و بازیگران دیگر فیلم، از جمله خانم کیت هاتسن که پسرش رایدر رابینسون را همراه آورده بود. Well, yeah, it's kind of, we pulled off a major coup because we got Bryan Cranston playing my father. آقای بلک افتخار میکند که در فیلم جدید بازیگر برجسته برایان کرانستون به جمع هنرمندان کونگ فو پندا پیوسته در نقش پدر او، خرسک کونگ فو کار. Justice is about to be served. در سومین فیلم مجموعه کونگ فو پندا، پدری که در فیلم‌های قبلی ناپیدا بود، پو، قهرمان کونگ فو کار فیلم را به بهشت خرسک‌ها می‌برد برای آشنایی با شخصیت‌های بامزه و جدید، که حالا او و پدرش باید آنها را تعلیم بدهند و مجهز کنند برای تشکیل لشکری از خرسک‌های کونگ فو کار برای نبرد با خبیث عظیم کای با صدای جی کی سایمنز، که سراسر چین را به وحشت انداخته. ولی بهنام، از دومین قسمت پاندای کونگ فو کار چندان استقبالی نشد. الان به حال 5 سال گذشته، فکر میکنی که قسمت سوم هنوز تماشاگر داشته باشه، تماشاگر رو به اون وفادار باشن؟ استقبال شد، نه به اندازه فیلم اولی، ولی خب تو این فاصله سری فیلم های تلویزیونی کونگ فو پندا، این مجموعه یا دکان دونفش یا فرانچایز رو زنده نگه داشتن. فروش 3 روز اول فیلم کونگ فو پندای اولی در آغاز تابستان 10 سال پیش بالای 60 میلیون دلار بود، اما همونطور که اشاره کردی، بهار 5 سال پیش وقتی دومی اکران شد، فروش 3 روز اول 47 میلیون دلار افتاد. ولی کارشناس‌ها دلایل زیادی آوردن که فیلم سوم از دومی بهتر خواهد بود فروشش، به خصوص چون افتتاحش آوردن به وسط ماه ژانویه، و می‌بینیم که سال گذشته نقاشی متحرک‌های کمدی مثل هوم و فیلم باب اسفنجی در این مقطع از سال فروش‌های خوبی بالای 50 میلیون دلار داشتن در 3 روز اول اکرانشون. شمار بالای سینمای نمایش دهنده هم این هفته کمک خواهد کرد به بالا بردن فروش. کونگ فو پندای شماره 3 در 3 روز اول اکرانش در آمریکا بالای 52 میلیون دلار فروش براش پیش بینی شده، ضمن اینکه همزمان امروز در بازارهای بزرگی مثل چین، ژاپن، روسیه و اروپا هم افتتاح میشه و نمایشی پیروزمندانه براش پیش بینی شده در مقامی بهتر از فیلم پرخرج و بزرگ اکران سراسری دیگه در این هفته، یعنی فیلم نابترین ساعات. شرکت دیزنی مراسم افتتاح چشمگیری ترتیب داده بود برای فیلم نابترین ساعات، که تمرکزش بر تلاش و فداکاری پاسداران ساحلی آمریکاست. ستاره فیلم کریس پاین روی فرش قرمز در کنار هنرمندان دیگر فیلم. کیسی افلک داستان دلاوری و از خودگذشتگی در این فیلم را نمونه باور نکردنی از تلاش گارد ساحلی می داند و می گوید آدم های بسیار شجاعی هستند. We'll be sunk by nightfall. Now every fella here wants to live. The only way that happens is if we run her aground.
فیلم نابترین ساعت تلاش افسران یک واحد پاسداران ساحلی مستقر در شهرک چتم ماساچوست را نشان می‌دهد در سال 1952 برای نجات ده‌ها خدمه یک نفتکش که بعد از غرق شدن موتورخانه و دکل‌ها سعی می‌کردند از غرق شدن بدنه تو خالی کشتی در آب‌های متلاطم جلوگیری کنند. It's about true heroes, real people. کریس پاین بازیگر نقش کپتن قایق نجات میگوید این فیلم درباره قهرمانی آدم‌های معمولی است که طبعاً به شدت ترسیده‌اند ولی سرانجام آنچه درست است انجام می‌دهند. امدادگران با مشکل وسایل ناقص و نفرات اندکی روبرو هستند و تاکید فیلم بر انتظار و دلهره در ساحل است، به خصوص برای نامزد کپتن کشتی میویان با بازی خانم گرینجر. این فیلم خوش ساخت و پرخرج سبک قدیم را منتقدها هم تحسین کردند، به خصوص به خاطر بازی کیسی افلک در نقش کارشناس فنی کشتی نفتکش. خب مضمون آشنایی است بهنام، شاید هنوز یک ماه هم نگذشته باشه از گزارش شما درباره فیلم در قلب اقیانوس، اونم درباره غرق شدن کشتی و خدمه و اینها بود که دیدم فروش نکرد اتفاقا. درسته 10 میلیون دلار فروش داشت در حالی که 135 میلیون دلار خرج شده بود. هر دوی این فیلم ها هر تحسین شدن به خاطر بازآوردن سینمای سبک قدیم هالیوود، اما مشکل فیلم های مکتب قدیم این است که تماشاگرهای مکتب قدیم حاضرن 2 سال صبر کنن تا فیلم رو مجانی تو تلویزیون ببینن. به همین خاطر برای این فیلم پرهزینه در 3143 سینما بازم حدود 10 میلیون دلار فروش در 3 روز اول پیش بینی شده که در 3 روز اول اکرانش حتی به اندازه کمدی کم خج و هجوامیز 50 سایه سیاه از برادران وایانز فروش نخواهد کرد. We have to talk. You mean like white people? What's wrong with that? And they start throwing around all these big SAT words. I like it the black way. صحنه‌های آشنای فیلم 50 سایه گری به موضوع کمدی تبدیل شده وقتی جای سفید پوستای متظاهر شهر سیاتل در اون فیلم رو شخصیت‌های سیاه‌پوست بگیرن. کمدین‌های مبتکر برادران وایانز 20 سال از ژانرهای سینمای پرفروش رو در فیلم‌های عجوامیز دست می‌اندازند، اما مارلون وایانز حالا در 43 سالگی دیگر از هجویه‌سازی خسته شده. آقای وایانز میگوید میخواهد مدتی کمدی های معمولی بسازد درباره مسائل خانوادگی، چون به نظر او ساختن هجویه سینمایی سخت‌ترین کار دنیاست. هانا کریستین سازندگان فیلم 50 سایه سیاه گفتند که میخواهند همه تماشاگرها را راضی کنند، چه هوادارهای فیلم آقای گری باشند چه مخالفون. نقش بازرگان خوشپوش و منحرف جنسی اون فیلم رو اینجا مارلون وایانز بازی میکند در مقابل نوستاره کلی هاک. خانم هاک میگوید مارلون بوسنده دیوانه و وحشی است، ولی خوشبختانه حریف خودش رو پیدا کرده، چون خانم هایاک از نگاه او میفهمد که به زودی سر و صورت او رو لیس خواهد زد و باید آماده باشد. هجوهای سینمایی قبلی برادران وایانز و کارگردان مایکل تیدز که با هزینه اندک ساخته شدند حدود 40 تا 50 میلیون دلار فروش کردند. برای فیلم 50 سایه سیاه شرکت آی ام گلوبال 5 میلیون دلار سرمایه گذاشته. خب برای این کمدی هجوامیز 50 سایه سیاه بالای 10 میلیون دلار فروش پیش بینی شده در 3 روز اولش، یعنی مقام سوم جدول رو بعد از فیلم بازگشته میگیره. اما کار ناظران یکم سخت بود، چون فیلم مشابه برای مقایسه غیر از کمدی های خود این گروه در دسترس نبود که ببینن چند میتونه بفروشه. در این میان تلاش زیادی شد روز گذشته برای رسوندن سینماهای نمایشنده فیلم جدید دیگه هفته، یعنی جین تفنگ دارد، با شرکت خانم نتالی پورتمن از 500 سینما به 1200 سینما. این وسترن غیر متعارف که خانم پورتمن خودش تهیه کرده با ماجراهای پیچیده‌ای در تولید روبرو بود، از جمله استعفای کارگردان اولی در روز فیلم برداری و ورشکستگی کمپانی. اما علی‌رغم این تلاش‌ها پیش‌بینی شده که این فیلم نتونه خودشو به 10
فیلم پرفروش هفته برسونه. فیلم‌هایی داشتیم که در هزار سینما فروش‌های بهتری داشتن، اما برای فیلم جین تفنگ دارد حدود 3 میلیون دلار در 3 روز اول اکران پیش بینی شده که حتی از هفته دوم فیلم ترسناک The Boy یا پسر بچه نمیتونه جلو بزنه، که اون فیلم در روزهای اول هفته دوم اکرانش در 2671 سینما بالای 5 میلیون دلار فروش خواهد داشت در مقام دهم جدول.